آقایون اینو ببین. چیه؟ کاتالوگ دوربین دیجیتال. جدی میگی؟ خیلی چیز توپیه. 128 مگ مموری داره. اوه. بعد کارت جانبی هم بهش میخوره. وای وای ریموت کنترل داره. آره موتور درایو. رزولوشن 6 مگاپیکسل میده یعنی جلوس را. من مرده یم چی دوربینی هم. خدا نکنه برای چی بمیری؟ یه دونه میخری مای زندگی کن. باب یک سال من به این آقای کابوسی میگم آقا یه دوربین دیجیتال معمولی برای من بخر. هر دفعه صحبت این دوربین دیجیتال شده میگه دیجیتال هم کجا بود. هزار جور خرج و مخارج دیگه میکنه یه دوربین دیجیتال برای من نمیخره. تو به عمو جان چی کار داری؟ الان حالش خوب نیست. من با پدر صحبت میکنم میگم یه دونه برامون بخر. آقای حکمتی؟ آره. جدی میگی؟ آره خب. مگه آقای حکمتی از این کارا هم میکنه؟ خب چرا نکنه؟ اولا که تو با جناق برادرشی، یک دومان داری تو دفتر اون کار میکنی، چرا برای اون تهیه نکنه؟ خدا کنه خدا کنه. عجب چیزیه. وای وای آرزومه یه همچین دوربینی. قلوم هم داره. قربونت برم. با فرید خان سپهر. ای بابا آقای سپهری کجایی فرید؟ بیا بینم بابا. بله آقا. پدرزن گرامی خودم آقای کابوسی. در خدمت آقای کابوسی. سراپا گوشم دیگه فرید بی فرید. الان فقط فرید گوش شده. بفرمایید از تو کجایی؟ بله آقا. یک ساعت دارم صداد میزنم نیستی تو دفتر. هستم. نیایی. ولی شبهت تو دفتر هست. حواست نیست. نگیده. حللی تللی که من میگفتم همین. خیال میکنی شاخدوم داره حللی تللی. آقای کابوس به الهام نگیده. فکر میکنم که من دفتر میشم هستم. این چه وضعیه واسه من درست کردی شما؟ چی شبه؟ نه خود به خدایی خدا و بینی و بین الله این چه وضعیه؟ چیا؟ روشن کن برای ببینیم این چه وضعیه؟ چجوری واسه تو روشنش کنم که اتاق همایون خود همایونی که نمیبینی ندیدیش مدت هاست اتاقش هم نمیبینی یه نگاه نکردی ببینی چه خبره؟ خب چه خبره آقای کابوسی؟ میگم اینا چی شده که پیک و پیکشون یکی شده گل میگن و گل میشنن و بقل هم میشنن و میگن و میخندن چیک تی چیک شدن چی شده؟ آه با نصرت داری میگم حواست نیست؟ نیستی تو دفتر. آقای کابوسی هستم نگید الان مردم فکر می‌کنن من کجا رفتم ای میگید نیستی دفتر. بعد مگه چه اشکالی داره آقای کابوسی؟ چه اشکالی داره؟ چه شده؟ میگم وقتی میگم نیستی میگه چرا هستم؟ نیستی عزیز من. چه شده؟ کجا رو سیر میکنی؟ تو مدار چرا نیستی؟ تو مدارم آقای غافلی که اینها چه بلاهایی که سر ما نیاوردن. همین چش کوچولوهای بادومی نخودچی پیشونی کوتای ابرو نصفه دماغای گوشای همینا همین نظر تنگا پیشونی کوتاه چه بلاهایی که سر ما نیاوردن ندیدی کیا آقا اینا که گفتی کاریکاتور من بود که کیا رو میگی بابا همین روزگار قشنگی ها رو میگم دیگه روزگار قشنگی ها آی کابوسی روزگار قشنگ چیه کجا بودی آی کابوسی تموم شد روزگار قشنگ الان همه‌شون دارن برای روز شهر قشنگ با جون و دل دارن کار میکنن آی کابوسی دیگه روزگار قشنگ رفت روزگار شهر قشنگ آی کابوسی ای خدا که چقدر ساده ای تو چشاتو چپ میکنی به همه چقدر خیال کردی به همین سادگی و علکیه همین جوریه اینا خیال میکنی تو این دفتر و دستک و مجانی در اختیار ما گذاشتن که ما هفته ناممون رو بهش بدیم بره هفته ناممون رو در بیاریم بهش بدیم بره بره بله آقا بهش به همین سادگی بره همین علکی بله آقا ای خدا ای خدا بله آقا نه بله آقا به این سادگی هم نیست که شما فکر میکنید اینا نقشه شوم واسه ما دارن اینا خشتای اولشه که دارن میذارن حالا ببین تا سریا میرود این دیوار چی؟ کج کج
به سخم که برسه تازه به سخم که برسه متوجه خواهی شد که اینا چه نقشه های شومی تو این کله ها تو این دوگوله های کوچولوشون دارن. کله ها بنده گردو، نقشه ها پر از شوم. آی کاوزی اینا غیبت نکن. آی کاوزی اینا دیگه با ما دوست شدن، دیگه دشمن نیستن. این روزگار قشنگا کار قشنگ قشنگ دارن میکنن، حاضرن برای ما جونشون رو بدن، کبد، قلوه، کلیه، همه چیز میدن. آی کاوزی آقا حشمتی، آی کاوزی هر چی دوست داشته باشه. آی کاوزی با... اصلا اینجوری آی کاوزی با ما جون میدن. بله آقا جون میدن. جون میخوام چی کار کنم مرد حسابی؟ من خودم جون خودم اضافی هم هست، به جون اونا احتیاج ندارم که جونشون واسه خودشون، واسه خودشون نگه دارن، واسه من نمیخواد. آقا میگم پشت این نگاه ها، پشت این حرکاتشون، پشت این آروم را رفتن ها و همچنین مواظب بودن، به چشماشون نگاه کن، هزار و یک دوز و کلک این موها رو من تو آسیاب سفید نکردم. تجربه 40 سال کار مطبوعاتی به من میگه این نگاه ها نگاه های دوز و کلکه. مخ تو و جناب همایون خان رو گذاشتن سر دوگوله هاتون، گذاشتن بار سر کار، گذاشتن تو فرغون گذاشتن، تو بار گذاشتن، تو بار گذاشتن، زیرش هم آتیش کردن، به کار گرفتنتون و شما آلت دست شدید و خودتون خبر ندارید. میگی نه؟ بفرما. خاک بریزید روش. خاک بریز رو این شست اگه آلت دست نشده بودی. شست آقا؟ اگه آلت دست نشده بودی دو خاک بریز رو این. آقا بسی کجایی حرف میزنی؟ میگم آلت دست شدی خودت خبر نداری. آقا بسی اولا اینکه 40 سال پیش که شما تجربه شدید اون موقع اصلا این روزنامه ها در نمیمد، هفته نامه ای نبود که، اون موقع روزنامه هوقایی و اتفاقی و این چیزا بودش. بچه هم آقا کابوسی بابا یه هفته نامه در پیت سپرتی سوار در رفته نمیدونم خوزعبلاتی مثل روز شهر قشنگ که این همه دوز و کلک و نمیدونم نقشه و بیا و ببر و بهش بده بیره نداره که. آقا کابوسی جناب فریب خان سپهری در پیت و دوز و کلک اینا همه مختص خود جناب. در پیت کجا بوده؟ رو حرف من یک دفعه دیگه حرف بزنی اخراجی از اینجا. با این همه سابقه کاریم رو هم حرف من فرمان من لا این دفعه دیگه اون دفعه نیست. خاک بریز رو اون دفعه، تمومش. این دفعه حرف منو گوش نکنی نگی چشم اخراجی، لازم الاجراست دستور من. میگی نه؟ آره ببین عصبانی هم هستم شدید. آقای کابوسی عصبانی نشید. آنها رو میگه برای قلبت ضرر. برای قلبتون ضرر داره. قلبتون قلبت ضرر. میگن که تو با قلب من چه کار داری مرد حسابی؟ از این به بعد هر چی که من میگم شما باید بگی چشم. آقای کابوسی باز میگه چشم. باز گفت چشم. خب خودتون میگی بگی چشم، میگم چشم. حالا میگی چیکار کنم؟ من چه جوری به تو بگم؟ من این غریب غربا رو، این قیافه ها رو، این چشما رو، این باباگوری، این دماغا، این گلگوشا رو نمیتونم من، نه از بحران بر من قیافه هاشون سمتره، سیگنال های بد میفرستن فضا رو، من نمیتونم اینا رو تحمل کنم. نگاه نکنید که میان جلوم رد میشن، اینجوری هم نگاه میکنن من از این رد می... این بحران، از بحران بدترن اینا. خیلی بد نگاه میگم. یه کاری بکن دوم اینا رو نمیتونی بذاری رو کلشون، میتونی این کار بکنی یا نه؟ بله خود چشم ببینم میتونی؟ چشم اجاره ملک از ما بگیرن نوش جونشون باز میگه چشم بره چشم آقا بلنشو برو دیگه، باز نشسته من نگاه میکنه، بلنشو برو به این همایون بگو هشدار. به اون همایون هم دیگه بگم به باجناق بنده آقای همایون خان هوشنگی بگو هشدار و آگاه باش که دارن قاپتو میدوزن، دارن دوگولتو بار میذارن، حواست باشه با اینا قاطی نشو. خوش باش و آگاه باش که هر که با ما در افتاد ور افتاد بهش بگو اینو بگو دوگولت ندی دست اینا. زیاد آقای کابوسی یه جایی بدی که من حفظ بشم. چشم آقای کابوسی چشم برو من نباخ چشم باز میگه چشم میگم بلندشو برو اده برو دیگه باشم. دارم میرم آقای کابوسی دارم میرم به اون همایون عبدالله بگو هشدار. هش باش چیه؟ هش باش نه هشدار. هشدار و آگاه باش که دوگولت گذاشتن تو با همین جوری بهش میگم آقای کابوسی. برو چشم آقای کابوسی باز باید شده من نگاه میکنم برو. ای بابا امو جان خسته نباشید، بفرمایید چایی. من چیکار کنم؟ خسته نباشید چایی مورم آقای یه سپری ترجمه آقا منظورش اینه که چیکار کنم مثلا حرفا که چایی رو وارید خدمتون بدم یا ندارم؟ خودم هم فهمیدم فکرم چیز بیشتری نه کابوسی در حد همین حرفش چشم آقا از این بقید خودم متوجه حالا من چیکار کنم مثلا چایی و چایی میخوام دعوا کنم چی به تو گفت چایی واسه من بیاری؟ برو آقا جون نه امو جان این حرفا چه اصلا شما لازم نیست که بفرمایید شما نگفته بنده خودم وظیفه خودم میدونم که چایی رو بیارم
خدمت کارکنان نشریه و عمو جان بدم خدمت باز میگم عمو جان حالا از دایی جان راحت شدم این دیگه عمو جان واسه من شروع کرد این دور دیگه دوره عمو جان شد چکار میخوام چکار کنم برو عمو جان عمو جان اگه فکر کردی که من با این حرفا و با این کارا خام میشم ببین منو توجه نکنی که شد اگه با این کارا فکر میکنی منو خام میکنی یا میخوای مخ منو کار بگیری به دوزی کور خوندی برو این مرغ بر دام دیگر نه به قول شاعر برو نه عمو جان برو جونم من با این چیزا خام نمیشم عمو جان خام یعنی چه اختیار نشست همه تونو من میشناسم من بزرگیتون کرد مادی کلا سر من بذاری چایی واسه من برو بیرون سرور ما این میخواین حالتون خوب نیست گلگاف زبون بیارم براتون چی؟ مرد حسابی منو چرش به اون تره تمیزی گلگاب زبون دم میکرد من لب نمیزدم گلگاب زبونم کجا بوده باره بیرون خب نه میخوای سنبولو تیب بیارم میگم نمیخورم باره بیرون با سنبولو تیب میخواد تو گفت شیر خشت بزوره بیرون دیگه میگه با شیر خشت آخریشو بگم کفی گلاسه خارجیه بهش بگی بره باره بیرون یه آفتالبی نمیخورین چرا دعوا میکنی کدومتون بیرون برو بیرون بهش بره ولی شکلات کلاسه برو بیرون برو خونتون برو بیرون واساتی گیرش بزن ببین چه زده تمام کشورهای دنیا نمایندگی داره اینجا هم نمایندگی داره ببخشید واقعا معذرت میخوام من مزاحم بحثتون شدم شرمنده من حامل یک پیغام بسیار بسیار مهم از طرف آقای کاووسی بزرگ این دفتر هستم چی شده؟ هیچی چی میخواستی بشه؟ پاشو کرده توی یک کفش که حال حکمتیار رو بگیریم والا یعنی چی؟ یعنی اینکه همچنان کماکان و دشمنیمونو با شما حفظ کنیم کماکان با شما دشمن باشیم شوخی میکنی ها؟ شوخی کجا بوده به قول آقای کاووسی شوخی میکنی شوخی میکنی الان من فرستاده که زیرا به نصرت رو بزنن جدی؟ بله حالا بخواه چیکار کنی؟ هیچی دیگه میخوام زیرا به تو بزنم با من همکاری میکنی آیا؟ چیکار من میکنی؟ ببین چیزه این چیزی که دستت من میتونم پاره کنم نه بابا چرا یه دونه دیگه داره دو اینو پاره کنم واقعا چه شورشو در آوردید دیگه اه پاشو برو اینجا بیرون تو هم چیز کن داد بزن که تو هم داد بزن بگو که فرید خیلی نامردی تلافیش سرت در میارم فرید خیلی نامردی تلافیش سرت در میارم خنگ بازی در نیار بلندتر بگو جدی بگو فرید خیلی نامردی تلافیش سر در میارم عمران تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی از تو بزرگتراش اومدن اینجا تو آقای کاووسی اینجاست هیچ احدی نمیتونه با ما بگه بالا چشمتون ابروه پاشو برو خونتون هیچ کس نتونه شما بگه بالای گلگیرتون لاستیکه پاشو برو بیرون به چیز کن دیگه حالا تو بگو که به پدرم میگم که همه تون اینجا بندازه بیرون به پدرم میگم همه تون از اینجا بندازه بیرون بارا بابا پدرت میشیم میریم بابا شما رو بیرون برو بیرون حالا تو چیز کن بارا با حال اصاب از اینجا خارج شو با حال تو قهر و اصاب آره خیلی جدی با حال تو اصاب از اینجا برو بیرون قهر یه چیزی هم بگو بلم کنی میرم بابا همایون یه دادی هم تو بزن نه چی؟ داد بزن بگو بابا بارو بابا شو مسخره شو در آوردی بگو بارو بابا بیرون وقت ما رو نگیر خوب گفتم مسخره شو در آوردی بله تا آقای کاووسی اینجاست هیچ کس نمیتونه جلودار ما باشه سکاندار این کشتی آقای کاووسیه واقعا که ما آدمای مسخره هستیم چیکار کنم عزیز دلم چیکار کنم گیره آدم مریض احوال با اون حال عصب خودش هم میگه حال عصب دارم افتادیم چیکار باید بکنیم هر چی میگه باید گوش کنیم دیگه چیکار میتونیم بکنیم میگه چه جوری نگاه میکنه اینجوری داره نگاه میکنه اون دیگه چی باشه بعدم فیلم بازی میکنه آره خیلی اولا بهتر بازی میکرد آره ما اصلا نفهمیدیم داره استفاده چیکار داری میکنی توی یاسوب داری اینا رو مینویسی؟ هیچی دارم یه ذره کارهای عقب مونده خانم دلیخون انجام میدم تفلکی امروز مریض بود نمیتونست بیاد وای جوجه باز انگار دعوا شده جوجه چی بابا خیالت راحت بشه خبری نیست چی خبری نیست خودم با گوشای خودم شنیدم آیسه بری سر آقای حکمت داد زد نه حمیده تو من فردا چند ساله میشناسم اصلا خبری وقتی دعوا میکنه صداش یه جور دیگه میشه اصلا الان داره الکی این کارا رو میکنه یعنی چی نداره یعنی اینکه الان عصبانی داره ادا عصبانی رو در میاره اینجوری میکنه وا چرا این مرض داره ادا عصبانی رو در
با من چراشو نمیدونم، فقط میدونم بعد این همه رفاقت باهاش میدونم الان داره دروغ میگه یا راست میگه. ببین لج منو در نیار جوجه، به جای این همه حرفای عجیب غریبه نمیدونم خشم واقعی خشم دروغی این داستانا، برو میشین سرگوش آب بده ببین چه خبره. برو دیگه. بابا دارم بهت میگم اصلا هیچ خبری نیست، این الکی داره فیلم بازی میکنه، داره تئاتر بازی میکنه، این آدمو من میشناسم، الکی داد و بیداد را میندازه. چه تئاتری؟ تئاتر دیگه، نمایش میده واسه خودش اینجا رو. چه باحال، منم بازی اینجا همه هنری دارن الا روزنامه نگاری. یعنی چی؟ مگه بدمینتونه که تو هم بازید؟ کارتو بکن. تا دوست دارم. موقعی کار اونجوری نکن، کارتو بکنه. زشته، نگاه میکنم بابا، محیط کاره. کسی نیست که نگاه کنه. شما کار زندگی نداری؟ بالا سر من وایسادی؟ مرناز از تو بهتر کار میکنه. جوجه، بالا سر من وای نسا، عصبانی میکنی، میری اینجام. برو. حالا چیکار کنی؟ همون میگم حالا چی کار کنیم؟ چه بدونم؟ چه میدونی؟ عزیز من فرید جون، تو دیگه عاقل و بالغی، تا کی ما میتونیم اینجا ادای دشمنی در بیاریم؟ یکی بالاخره باید جرأت کنه بره همه این قضیه رو برای آقای کاووسی توضیح بده. چرا گریه میکنی؟ آخه نمیشه دیگه، قیافت چرا شبیه ناله میکنه؟ ببخشید. بله خسته نباشید. بله قربان شو، سلامت باشین. ببخشید این داداش نصرت کل قضیه رو داستان الان برای من تعریف کرد. راستش من خیلی ناراحتم برای عموجان. شما خودتو زیاد ناراحت نکن، ایشالله که همه چی درست میشه آقای زن. ایشالله. فقط من الان مزاحم وقتتون شدم که اگر قابل بدونید یه داد اساسی سر من بزنید. چی بزنیم؟ داد؟ بله. میدونید کی؟ میخوام که کی؟ عموجون خوشحال بشن. رو این حساب اگر ممکنه یه داد اساسی و همچنین به قول خودتون با خشانت تمام یه داد بزنید سر من که عموجون خوشحال بشه. برو دارمت. برو بیرون. برو، مگه نمیبینی دارم با همای نفس میزنم؟ از من همینجور پا بره نمیبری وسط دخت. دو تا دادن متشخص حرف میزنن، دو تا کامپیوتر با هم دارن معامله میکنن، یه چرت که نمیاد وسط. عزیز من سهیونیست که لگت نمی کنم، دارم حرف میزنم. بیشتر دفع اون داداش نصفت هم بگیر، برید از اینجا، برید شهر خودتون شیراز. چی میخوایی ازشون من این پیر مرد رو بدبخت رو سکته دادیم؟ بابا جون چی میخوای؟ این پیرمرد اگر بمیره ما چه خواهی که برسیم تو سر مناقه؟ آقای سپهری گریه هم بکنم. اگه میتونی گریه آره، کنی؟ آره آره آره. خب گریه کن دیگه، گریه کن. آقای سپهری قلم پات بشکنه که قلب منو شکستی. خوبه همینجور گریه کن. آه چه بد گریه که اولا بهتر گریه میکرد. ماشالله ماشالله بزنم به تخته، اینجا همه آرتیستن. تو هم دلتو خوش کردی، همه آرتیست هم اینجا، همه خوی یکی از یکی خلترم برادر من. آرتیست کجا؟ آرتیستم کجا بوده بابا جون؟ آرتیست آرتیست میکنی، تو هم دلت خوشه بابا. بله آقا. بله آقا. بله آقا. بله آقا. برو احضار شده. بله آقا. جانم آقا. آفرین، یعنی عالی بود کارت، همینو ادامه بده. ببینو آقا، شما خیالتون راحت، من دارمتون آقا. برو دارمت آقا. سمه دامه بده. آره میگه منه باخ الا بجری گت، یعنی همینجوری برو. بله بله بفرمی. بله دفتر روز شهر قشنگه، بفرمی. شما آقایه؟ بله خواهش میکنم، خواهش میکنم، آدرس ما همینه، تشریف بیارید. خواهش میکنم، منتظرتون هستیم. خدا نگهدار. کی بود حمیده؟ یه آقایی بود زنگ زده بود تعداد فضولا رو بدونه، بعدم گفت اسمش جمالیه، از دوستای آقای حکمتی. دوست آقای حکمتی؟ بهش گفتی بیاد اینجا؟ آره، من چه؟ ای وای حمیده، حواست کجاست؟ دوست آقای حکمتی نباید بیاد اینجا. چرا؟ مگه بخیلی؟ مگه بخیلی چیه بابا؟ الان آقای کاووسی اینجاست، آقای حکمتی که اینجا نیست. دوباره اگه اون بیاد اینجا یه علف شنگه دیگه به پا میشه. یادم رفت، راست میگی. خب الان بیاد اینجا اشتباه بگیرید میخوای چیکار کنی؟ با
بودم به آقا نصرت بگم. نمیخواد بشین سر جات؟ کارتو بکن ببینم. من خودم میرم. تو سر پیاز یا تای پیاز؟ چی؟ دوست آقای حکمتی؟ میاد اینجا؟ آره. ای بابا عجب گیری افتادیم ما. هر دفعه ما اینجا یه داستانی داریم، یه نمایشنامه باید ما اینجا اجرا کنیم. ببینم حمید نگفته واسه چی میخواد بیاد؟ نه نگفتش، ولی معلومه دیگه، فکر کنم واسه دیدن آقای حکمتی میخواد بیاد. من یه خوب فکری دارم. چی؟ خوب آقا خوب میگم که یه اتاق توی بیمارستان برای آقای کابوسی رزرو کنیم. شاید الان موقع شوخی کردنه. شوخه چیه؟ شوخی چیه عزیز من؟ با این داستانی که ما داریم پیش میریم، با این اتفاقاتی که داره میفته اینجا، اگه آقای کابوسی اینجوری نشد، سکته نکرد، هر چی میگید بگید. من میگم به جای این حرفا بیاین یه فکری بکنیم وقتی این یارو میاد با آقای کابوسی روبرو نشه. خب حالا میگه چیکار کنیم؟ چه فکری بکنیم؟ چیکار کنیم؟ بذار من برم پیش نصرت. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ برام پیش نصرت. بابا شاید نصرت شماره تلفن این آقای جمالی قشنگر رو داشته باشه. اپل اپو مگه عزیز من، مگه ما با اینا دعوا نکردیم؟ مثلا اگر آقای کابوسی ببینه که تو داری زیر گوش اونا پچ پچ میکنی، میدونی چه اتفاقی میافته؟ حالا چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ من میگم که یه زنگ بهش بزن، از اینجا به اونجا یه زنگ بزن. خارجی خیلی بد بود، خیلی بد بود. بله بفرمایید. الو نصرت جان، من همایونم. سلام همایون، تویی؟ آره. منو نگاه نکن دیگه، منو نگاه نکن. آره ببین، مثلا ما با هم قهریم چیزه نصرت جان، یه مشکلی پیش اومده، یه آقایی به نام جمالی قشنگه. جمالی قشنگه؟ جمالی میخواد بیاد اینجا، دوست پدرتونه. بعد ما باید یه کاری بکنیم که با آقای کاووسی روبرو نشه، فهمیدی؟ میخواستم ببینم که تو چیز شماره تلفن همراهشو نداری؟ نه من نه متاسفانه دسترسی بهش ندارم. میگه ندارم. ما چیکار کنیم آخه؟ نه نمیدونم چیکار کنم. مطمئنم حالا عمو جان خیلی بد میشه اینجوری. ببین همایون، ببین میگم اگه بتونیم یه کاری بکنیم عمو جان از دفتر ببریم بیرون خیلی خوب میشه. باشه باشه راست میگی. قربانت، خدافظ. خدافظ آقا. قربانت. آقا نصرت راست میگه، میگه که ما باید به یه بهانه‌ای آقای کاووسی رو از دفتر خارجش کنیم تا با این آقای جمالی قشنگه روبرو نشه. چه حرفای خشنگ میزنی؟ چطوری خارجش کنیم از دفتر؟ مگه به همین راحتیه؟ چه میدونم یه جوری دیگه. من میدونم چی کار کنیم. من میگم به نایت خانوم بگیم، بالاخره رگ دست آقای کاووسی دست نایت خانومه دیگه، میتونه بیرونش ببرتش بیرون. اشاره خارجی بکن. راست نه اون دفعه هم قرار بود نایت خانم آقای کاووسی رو تو خونه نگرد داره. نه. بعد آقای کاووسی بلند شد اومد اینجا. یادت نیست؟ نه این دفعه راست میگه. من به خاله نهید یه جوری میگم. خاله نهید میدونه که خودش چیکار کنه. چی؟ خاله نهید خودش میدونه چیکار کنه. نه قبل خاله نهید. گفتم که من خودم به خاله نهید. نه قبل، بعد عمر رو میگه. گفتم خیلی بد گفتی. الو سلام فرید، چطوری؟ خوبی خاله؟ بله خوبم، ممنون، متشکرم. ها نه چی شده؟ ای وای راست میگی؟ نه خب معلومه نباید بذاری بفهمه. معلومه اگه یکی بیاد به کاووسی بگه که آقای حکمتی، معلومه پس میفته دوباره. آره ببین من یه فکری میکنم الان. ببین الان دارم فکر میکنم، تو فقط حمید و وایسون دم در، نذار کسی رو راه بده تو. خیلی خوب من الان یه فکری میکنم. باشه من بعد در میزنن، من بعد خودم به کاووسی زنگ میزنم. مطمئن باش. نه خب منم بعد یه فکری به ذهنم برسه. باشه بذار ببینم کیه. خیلی خوب زنگ میزنم. خداحافظ. بچه کدوم عزیز بی جهتی این وقت؟ بله سلام خانم نایی. سلام همه چما رو چطوری؟ خوب هستین دایی نیست؟ خوبی؟ اینجا چیکار میکنی تو؟ من همین الان شیراز اومدم دیگه، همین الان رسیدم. بله شما خوبی؟
بله بهجت مون پیش حشمت دیگه، چون حشمت اومده اونجا. شما خوبی؟ بابا راست میگه، ممنون متشکرم. خدا تو رو رسون. بیا بیا یه کار خیر داریم. بودو بیا. برو بز زمین بیا. آره. شده؟ بیا بیا اینجا. بیا پای تلفن. یه زنگ به داییت بزن. بودو بودو سری. به دایی؟ آره. یه زنگ به داییت بزن. بگو که تصادف کردی. حالت خیلی بده. آوردنت اینجا. داییت سری بیاد خونه که با هم بریم بیمارستان. زنگ بزن سری. من تصادف کردم؟ آره بابا، حالا به توضیح میدم. تو زنگ بزن تا دیر نشه. برای چی باید بهش دروغ بگم؟ به دایی دروغ مصلحت آمیزه. تو اینو میگی فقط برای سلامت داییت. زود باش زنگ بزن تا دیر نشه. خب چیز حالا چرا تأسف کردم؟ بزن تو، من برای توضیح میدم. زود چند باش شما رو دفتر یادت رفته به این زودی؟ نه، رامی نه. زود باش تا دیر نشده. چی شد آخه؟ من الو سلام خانم دارآبادی، حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ من رامین احمدی هستم. بله شما خوبین؟ به قربان شما. ببخشید میتونم با داییم صحبت کنم؟ آی بله. چی شد؟ چی شد؟ ناله کن، من میگم تو ناله کن، دارم یادت میدم. آها اینجوری آی آی. آره آره آره. سلام دایی. دایی سلام علیکم. دایی منم رامین، تأسف کردم صدام اینجوری گرفته. دایی خوبی؟ آی پام، آی دستم، دایی دارم میمیرم. دایی چی شده؟ میگم چی شده؟ چرا انقدر نکنال میکنی حالا؟ دایی مردم. دایی کجایی حالا؟ حالا اینقدر شلوغش نکن، بذار ببینم چه غلطی میکنی. به ماهی جان، به ماهتابوس خواهرم چیزی نگفتی که؟ یه وقت چیزی نگی این پیر زنگه ها بیچاره پس میافته. اون طاقت این حرفا رو نداره. خیلی خب، الان میام خونه. نگران نباش عزیز من. نگران نباش شما، باد امجونه بعد آفت نداره. تو اگه ببین منو، تو اگه خیلی هم از نه جون داری، تو تا حالا جون داری، صد تو جون داری. تریلی که ایچه که قطارم از رو دب بشه بلند میشی باز میشینی، نه زنده میمونی، نترس. الان میام دیگه. میگم خیلی خوب. مرد گنده که اینقدر نکنوق نمی کنه. اومدم اون حال ببین چه. خدافز. اومدم. آی بیچاره داییم، آی خیلی نگران شد داییم. آی پام، آی دستم. تو چه داری اینقدر نکنال میزنی؟ اصلا دلم میخواست داییم منو تو این حالت ببینه. کدوم حالت؟ هم که تأسف کردم دیگه. آی دستم. باز جف گرفتت را میخوام. چرا؟ خب برای که تصادف نکردی که بلند شو یه آب به سر صورتت بزن، حالت جا بیا. شما خوبی؟ میگم که ببخشید خال نایی، یه بانکشی چیزی نداری؟ بانده من دست پرمو ببندم؟ برای چی آخه؟ چرا ببندی؟ خانوید اگه داییم بیاد ببینه من دروغ گفتم، تصرف نکردم، کله منو میکنه. شما که اخبارو داییم رو میدونیم که بابا این حرفا چیه؟ اونش با من درستش میکنم دیگه. تو جدی گرفتی؟ ولی خانوید واقعا اینجا ببین، نه این دستم خیلی درد میکنه. ای بابا واقعا فکر کردی تصادف کردی؟ حالا یه چیزی گفتیم. پاش یه زنگ به بهجت بزن. خیلی خوب. پاش یه زنگ بزن بگو رسیدی. نگران نباشه. آره. منم یه چایی بیارم با هم بخوریم. قشنگ قضیه رو برات تعریف کنم. دست شما درد نکنه. چایی همون دیشلما. ای بابا. آقای فرید سپهری کجایی شما؟ آقا. کجایی بی اینجا بینم؟ بله آقا. ما رفتیم، کاری چیزی نداری شما؟ به خوش داریم میریم. آی کابوسی داریم میریم، کجا داریم میریم؟ رامین رحمتی باز دو مرتبه این آدم دست با چلفتی یه وری که را نمیتونه بره، پاهاش گل هم میفته، باز دوباره سوار ماشین شده، سوار شده ماشین و رفته نمیدونم زده تریلی زیرش کرده، دلت و پارش کرده، استخونا و تمام دک و پوز و پا و دا همه جا شده، پوز که نداشت، همه جا شده، لولورده بود. شما چون خواهر را نمیتونه بره، رفته نمیدونم چه الان تصادف کرده؟ بله تصادف کرده. الان کجاست؟ الان مزنه رفته خونه. خب جایی رو نداره بره، کجا بره؟ مثلا رفته خونه ماهتابوس که نمیره، اون پیش پیرزن چیز میکنه، هول میکنه پس میفته. رفته خونه ما نایت خالم، الان باور کن هول کرده پس افتاده. اینی با این رنگ و آب و خون و خونی نمالی رفته خونه ما، جایی نداره بره. رامین جونو میاد خونی. نه ولی کلا نایت آفرین. کی؟
میگم که بیچاره خاله ناهید، داشتم با شعر حزن‌انگیز میگفتم که باز دوباره درد سر داشت. بله، هر چی سنگه به قولی بچه‌ها گفتنی مال پای چی؟ منگه. به قول معروف گفتنی مال هر درد سری هست مال این نایت خاله بیچاره است، این زن بیچاره. تا بود ما مریض میشدیم سکته و آنفاکتوس و هی سکته پشت سکته بیمارستان، ما رو باید جمع و جروم رو میکرد. حالا ما آقا بلند شده رفته اونجا، جایی بهتر از اونجا پیدا نمیکنه رفته اونجا. خوش اومدید آقا. آقا جون یه زنگ بزنی تاکسی بیادم برم اینم. تاکسی؟ بله. چی ماشین خودتون چی؟ ماشین من که بنده خدا مگه نمیدونی چه ماشین زپرتیه؟ چی یا روغن میسوزونه یا باتریش خالی میکنه یا اگزازش افتاده یا موتورش هم که درب و داغون یا تاقان هم که زده، چهارچرخم پنچر، ماشین ندارم که این ابو تیاره اصلا ناراحت. شبونه بهتره که با تاکسی برم، خیالم راحت تر. ماشین لباسشویی بهتر نیست برای چه؟ میگم راحت ترم. اگر اجازه بدی من با انبه شما رو برسم. نه خیلی لازم نکرد. انبه میخوام تو انبه. آیه کابوسی خیلی دوست دارم. آخر اونگی سوار انبه بکنم. آیه کابوسی انبه میوه انبه رو که نمیگم شما سوار چید بگیم. نمیخواد آیه کابوسی اگر اجازه بدی من دوست دارم در خدمتتون باشم. من دوست ندارم در خدمتتون باشم. بذارید برسونم ببینید چه جوری هن. شبین دالن الان داشتید همدیگر رو تیکه پاره میکردید. همین الان هم تیکه پاره میکردید. الان چیکو پیکتون قطعی شده. آی کابوسی اون دعوامون که هیچ، اوکی هیچ، اون که جای خودش، اصلا هیچ چیزی نداریم. همین الان با هم دیگه الان تو قیافه این هر کسی با هر خودش آتیش به آتیش به همراه خودش پنج تنگوش مو نداره اون جای خودش. ولی چون رامین شوهر خواهرشه خب دلناگرونه. نادلگرون. نادلگرونه. واقعه دناز میگه برای رامین اتفاقی افتاده. نه یعنی چرا رامین تصادف کرده تفلک. الان آقای کابوسی میخوان یه سر کوچیک ببرن همین بیمارستانو بغل. بله بله من خیلی نگرانم آقای کابوسی، اجازه بدین من داخل. ببین چقدر نگرانن. اجازه بدین چیکار کنم؟ بالاخره نمیگید تکلیف من چیه؟ اجازه بدین من برسونم دیگه. آقای کابوسی اصرار میکنن، خواهش میکنن. حالا چون نه چون اصرار میکنید. حالا خب حالا به قولی بچه‌ها حالا بشه بده. بله بله بفرمایید. بفرمایید بریم. بله بفرمایید. نه شما بفرمایید. آقای کابوسی از خود به ما خبر بدین تا ما ببینیم. ببینیم که سلام.